هر کس برای خیش پناهی گزیده، ما در پناه وارث الیوت گفتیم. با درود و سلام، پیر خراسانی هستیم از مدینه منوره مونترآل واقع در کشور زیبای کانادا، و امروز هم سه‌شنبه است، 15 ماه نوامبر المبارک سال 2016 دربدری، که برابر است با 25 آبان ماه سال 1395 مهرورزی زنجیره‌ای، و همراه گروه 5 به علاوه 1، یعنی اعضای تیم مختدر خودمان، اختر عیالمان، ممدی وارث یا نایب برحق، علی اکبر نوچه دیرینه، موسیو جان پیر اخشنبو هم‌میهن کبکی کانادایی، دکتر سیروس پزشک گروه، و عمه جانمان. 129 برنامه از سری برنامه‌های ناگفتنی‌ها رو از تلویزیون میهن خدمت شما هم‌میهنان و همزبانان گرامی در سر تا سر جهان پهناور، هر جا که بیننده و شنونده برنامه های تلویزیون میهن هستید تقدیم میکنم. از اون به اطلاع آقای بهبانی برسونیم، یه صدایی روی برنامه ما هست. همیشه وقتی که شروع میشه برنامه این صدا قطع میشد، ولی الان نشحال شد. سپاسگزارم. عرض میشود که روز چهارشنبه گذشته، یعنی 19 آبان، برابر با 9 نوامبر، سالروز قتل یکی از شریفترین فرزندان میهن ما ایران در سال 1333 خورشیدی، و بعد از قیام ملی کودتای 28 مرداد بود، یعنی قتل دکتر سید حسین فاطمی، روزنامه نگار و وزیر امور خارجه زنده یاد دکتر مصدق، به دست دشخیمان رژیم استبداد. این مرد رو در حالی که زخمی بود و تب داشت و بیمار بود، بردند به میدان تیر و اعدام کردند. خیلی جالبه، فقط 34 سال بعد، 34 سال در طول تاریخ جهان و ایران قد چند ثانیه است، مقایسه کنید. فقط 34 سال بعد اون دشخیمان به دست یه عده رزمتر و وحشیتر و جانیتر از خودشون همون بلا سرشون اومد. یعنی اون که از مرداد 32 به بعد کردن با این مردم، از بهمن 57 به سر خود اون جانیان اومد. ببینید، ما به این مقولاتی مثل عدل الهی و انتقام خدا و اینا که میدونید معتقد نیستیم، ما طرفدار مذهب حقه پاناسونیک هستیم، ولی طبق قانون، یکی از قوانین مهم، یکی از پیامبران مذهب پاناسونیک، مذهب حقه پاناسونیک، یعنی حضرت نیوتن علیه السلام، قانون اولش میگه که هر عملی را عکس العملی است به همان اندازه و برخلاف جهت، یعنی هر چه بکنی نهایت نتیجهش دامنگیر خودت به یه نوعی میشه به هر حال. کما اینکه در این مورد هم عرض میشود عکس العمل اون چه که اون مرد با اون ملت کرد دامنگیر خودش شد، و همون ظلما به خودش در وهله اول و همسرش و فرزندانش شد، با اون دربدری ها و گرفتاری ها، و که استکبار جهانی هم راش نداد و اون مصیبت ها رو به سرش آورد. یعنی اون چه که کرد یه جوری تقاصش هم پس داد، منتها در این رابطه اون میهن و اون مردم هم به باد داد. ببینید، نمیخواییم بی انصافی کنیم، میخواییم انصاف رو مراعات کنیم.
با اون چی که این جانیان در این 37 سال کردند به حضرت آریامهر حق بدیم که امروز بگه ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما بر قصر ستم کاران تا خود چه رسد خسلان. یعنی اون رژیم در مقابل اینا مثل انوشیروان بوده مثلا در مقابل آقا محمد خان قاجار، یه همچین داستانی، یا کریم خان زند بوده در مقابل آقا محمد خان قاجار. اینم بی‌انصافی نکنیم بگیم. به حال زنده یاد دکتر سید حسین فاطمی، متولد 1298 خورشیدی بود، دارای دکترای حقوق سیاسی از فرانسه و به هنگام قتل فقط 35 سال سن داشت. نام و یادش گرامی، او قربانی میهن و مردمش شد. حالا برید شماها تو سر کله خودتون بزنید و نخواهید قبول کنید که آن خدا بیامرز خودش کرد با خودش، هیچ کس دیگه، نه کارتر بود نه گوادالوپ بود، هیچ کدوم، فقط خودش، اعمال خودش دامنگیر خودش شد. البته خدا بیامرزتش، ما همیشه میگیم خدا بیامرزتش. یه خبر دیدیم در این وسایل ارتباط جمع، شما هم شنیدید، محسن خزائی خبرنگار شبکه خبر به علت اصابت ترکش خمپاره به سرش در حلب سوریه کشته شد. ببینید با همه نفرتی که از این رژیم و اعوان و انصار و کارگزارانش داریم، باور کنید دلمون برای این آقای خزائی سوخت، چون هرچی باشه او هم هموطن ما بود و هست، پدری بود، پدر فرزندانی بود، برادر یک زن و مردی بود، پسر یک پدر و مادری بود، عزیز خانواده‌ای بود و قربانی بلند پروازی های یه مش احمق شد. قربانی یه بلند پروازی های یه مش جانی جنایتکار شد که رفت سوریه برای حفظ حرم و این بلا سرش اومد. یعنی اصلا به نظر ما چیز باعث خوشحالی نیست، باعث نهایت تأسفه که هموطن من و شما بره برای هیچ و پوچ کشته بشه. حالا جنازه‌ش رو بیارن دیدیم، بردن دفنش کردن، موقع دفنش هم بچه شعار داده، این گابوساله های سران رژیم شعار بی خودی دادن، تقصیر خودتون. یه خبر دیگه داریم، آقای سیروس حبیب، هموطن روشندل یا نابینای ما که متولد 1981 که میلادی است، یعنی 35 سال داره، به سمت معاون فرماندار ایالت واشنگتن در ایالات متحده شمس‌آباد برگزیده شد. این هموطنمون در 8 البته متولد آمریکا بوده ولی در 8 سالگی ظاهرا به علت حادثه یا بیماری نابینا شده. با خودمون فکر میکردیم اگر این هموطن ما در ایران بود، اگر جز خانواده های متمول بود، خب یا اون باید تو خونه میشست، پدر مادر جورشو میکشیدن، حالا فرض کن که یه کار ساده هم دست. اگر هم یه خانواده فقیر بود که هیچی، بیرو لرباسی، باید تو کوچه گدایی میکرد. ولی این مملکت استکباری ایالات متحده شمس‌آباد انقدر امکانات در اختیار این بابا که اصلا آمریکایی هم نبود و حالا اصالت ایرانی داره، ایرانی تباره، گذاشته بود که بتونه خودشو برسونه تا این درجه و مقام. برها ضمن درود به ایشون، خوشحالیم که بسیاری از هموطنانمون اومدن این ور دنیا و اون استعدادهاشون رو نشون دادن. این خبر خیلی جالبه، باور کنید میشه جوک سال باشه. سلطان اردوغان اول شاه عثمانی به هموطناش یعنی به ترکا توصیه کرده که این روزها از سفر به ایالات متحده شمس‌آباد خودداری کنید، چون اون کشور امن نیست. اینو کی داره میگه؟ کسی که در اون
پس از اون واقعه کودتای علیه ما علیه در تابستان گذشته، در حقیقت ترکیه رو تبدیل کرده به یه زندان بزرگ. بعد از دست خودش مردم ترکیه فرار میکنن میرن به آلمان پناهنده میشن از دست این جانی جنایتکار. بعد حالا میگه آمریکا امن نیست. این همون شبیه حرفای سران جمهوری اسلامیه که به استکبار انتقاد میکنن چون خودشون خیلی آزادی خواهند. با خودمون فکر میکردیم آخه ما یه تزی داریم، میگیم دیکتاتورها هرچی پیرتر میشن دیوونگیشون بیشتر گل میکنه. میبینی واقعا راسته، اینا هرچی سنشون میگذره خلوستر میشن، دیوانه تر میشن. این بهترین نمونه شه. عرض به حضور محترمتون این هفته هم طبق معمول حفاهاتی بر وزن سنواتی چند ایمیل و مسیج و تلفن محبت‌آمیز از دوستان و بینندگان و شنوندگان گرفتیم. خب اول از همه از مهدی بگیم، دوست ماهیگیرمون در فنلاند و دوستان تاجیک و افغان و فنلاندیش که باز به ما محبت کرده و یه خطی پیام برای ما نوشته که درود به پیر گرامی و پنج به علاوه یک دوستتان داریم مهدی. سپاس داریم از مهدی عزیز و آرزو داریم که خودش و دوستانش همه موفق و سلامت باشند. به خصوص مهدی جان طالبیم از اون دوست تاجیک که اون حادثه براش پیش اومدن برای ما در این هفته بنویسی و بگی که او هم به سلامتی حالش خوبه و به زندگی عادی برگشته. همچنین دو نامه بسیار محبت آمیز داشتیم، یکی از حمید یکی از مهرداد، بینندگان نازنینمون که هر دو رو جواب دادیم و سپاسگزاری کردیم. اینجا هم لازم دیدیم که ازشون تشکر کنیم. در ضمن دکتر سیروس هم که میدونید طبق معمول هر هفته آسایش از ما سلب میکنه و ما رو راحت نمیذاره و با تلفن و عرض میشود ایمیل و مسیج و این چیزها ما رو مورد محبت قرار میده. درودی داریم بر دکتر سیروس محسنوند، دوست خوب و هموطن نازنین. یه دوستی دیگه ای زنگ زده بود میگو خراسانی چرا تو اینقدر به این آمتی مکانیک و این سایر عرازل و اوباش گیر میدی؟ آخه بسته دیگه، چقدر فهمیدیم بابا، فهمیدیم آمتی 77 سو شد 250 نمیدونم مردم رو فلان کرد، فهمیدیم چی کار کنم. نه علت داره، باید مرتب بگیم نه تنها خسته نمیشیم بلکه دلیل داریم که باید مرتب بگیم. گفتش که دلیل چیه خراسانی؟ گفتیم والا این هفته داشتیم یکی از این بنگاه ها رو نگاه میکردیم، بحث شیرین انتخابات بود. حالا کاری نداریم، یکی از بنگاه ها که میدونید بنگاه همیاری ملی، بنگاه حمایت از اعلی حضرت و پسر و سایر بنگاه ها، یکیش یه خانمی اومد رو خط در این بحث انتخابات قاطی بکنه خودشو، گو آقا ترامپ این شعبون بیمخ میمونه برای آمریکا. چجوری شعبون بیمخ ما داشتیم؟ ترامپ هم این شعبون بیمخ. آقا یه 4-5 دقیقه از این داستان نگذشته بود یک جوجه جاهلی رو اومد تو خط به اون مجری گو آقا و بله آقا گو چجوری اجازه دادیر زن بیاد به شعبون خان توهین کنه؟ یعنی به شعبون خان توهین شده. میدونید توهین رو توهین نیست، تاریخ اسم ایشون رو اینجوری گذاشته، این تحصیل کسی نیست. از حالا با اون جاهل میگیم، فکر میکنیم از سردسته لاتودوتای مثلا یه منطقهی بود، یه یلی بود برای خودش، از نوچه های سابق شعبون خان بوده احتمالا. گفتیم که بابا جان توهین چیه؟ خود شعبون خان خدا بیامرز اعمال و گفتار و اصلا وجودش توهین بود، توهین اینکلود بود.
و یکی از کسانی که باعث زوال حکومت اعلی حضرت شد خود همین شبون خانتون بود با اون رفتار و کردارش. وقتی این خودشو به آریا مهر نسبت میداد توهین به آریا مهرم بود با اون رفتارش. منتها شما گوش نمی کنید که بعد از اون جالبتر داشتیم اندیشه رو تلویزیون اندیشه رو نگاه میکردیم. خوب گوش بدید به اینا، اینایی که میگیم گوش بگیرید خوب. ببینید این آقای پرویز کاردان، حالا هر کی هست و هر کی هست، برها شخصیتی است که باید همه ایرانی ها بشناسنش. نمیدونیم 50 سال 40 سال یادمونه از زمان تینیجری ما ایشون هنرپیشه تئاتر رو تلویزیون و این تشکیلات بود. حالا کارش کار هنریش در چه سطحی بود اون دیگه ما کارشناس هنری نیستیم. به هر حال اسمی بود، همه وقتی که پرویز کاردان اسمش میمد یاد مراد برقی و خانه به دوش و این داستان هم میافتادن. بنابراین کسی نیست که ایرانیان نشناسنش، به خصوص کسانی که سنی ازشون گذشته، خب با این بزرگ شدن. این آقای گوهرزاد، رضا گوهرزاد، یه مرد محترمی است که حداقل 5 6 ساله تو این وسایل ارتباط جمعی ایرانی ها میشناسنش. یعنی پرویز کاردان و رضا گوهرزاد آدمای کوچولویی نیستن، آدمای نیست، ناشناسی نیستن. خب تا اینجا رو داشته باشید. یا آقای اومد و خط اینا همون با بحثای سیاسی و بحثای انتخاباتی بود بین کاردان و گوهرزاد. اومد و خط خوب گوش بدید. با آقای پرویز کارگردان گفت بله آقا، ببخشید این آقای رضا گوهرنژاد این حرفا که میزنه ما باش مخالفیم. آقا بیننده تلویزیون اندیشه است، نمیگیم همیشه، 10 بار 20 بار 5 بار این تلویزیون رو دیده. آقای گوهرزاد رو میشناسه که اومده باهاش مخالفت کنه. آقای پرویز کاردان رو میشناسه که تلفن بهش زده باهاش بحث کنه. بعد پرویز کاردان رو میگه پرویز کارگردان و رضا گوهرزاد رو میگه رضا گوهرنژاد. حالا فهمیدی رفیق چرا باید هی تکرار کنیم؟ آدمی هم نبود فکر کنید که بچه 10-12 ساله باشه، یه مردی بود که معلوم بود سنی ازش گذشته. اینقدر بی توجه اسم یارو رو عوضی میگه، خب نباید با این ملت هی گفت. درود بر علی آقا، درود بر سعید بهبانی. سعید میگه با پتک باید یه نقطه بزنی تا اثر کنه، درب و داغون نزنی این ور اون ور. این علی آقای نازنین دوست جدید تلویزیون میهن، البته از بینندگان قدیمی، اخیراً مهری بیشتری گفتیم هفته قبل به میهن تیوی پیدا کرده و اومده بود و یک کمک خوبی به میهن تیوی کرده بود در رابطه با حل مشکل مالی ماه قبل سعید و میهن تیوی. ایشون هم بر همین دکته تاکید کرده بود که آقا مثل دارکوب هی باید بزنید، ای باید یه نقطه بزنید. دیدیم یه عکس توی این وسایل ارتباط جمعی دارکوبه داشت میزد، زیر پاشم یه بری یه مشکی خورده چوب درخت ریخته بود، ولی داشت میزد همین بود که درخت رو سوراخ کنه. درختم درخت بچه خورده و نهال نبود و یک درخت تنومند بود. آره باید مرتب دست پتک درود بر علی آقا. راست میگی سعید، تو هم راست میگی، ما با پتک میزنیم، مرتب میزنیم به آمیتی و این گابگوساله های دیگه. باید بدونید کی در اطراف شما هست، چه دارن با شما ملت میکنند. در حال اینجا فرصت مختنم میشماریم از لطف علی آقا، هم میهنمون در کانادا، هم دوباره لازم میدونیم که سپاسگزاری کنیم، چون در اون تلفنی که ظاهرن به سعید کردن خیلی به ما ابراز لطف کردن. البته ما سپاسگزاری به خودمون نمی کنیم، به خاطر کل تشکیلات میهن تیوی به عنوان یه عضو کوچیک ما هم تشکر. یا به این مطلبی که الان میگیم تو را حضرت عباس به این گوش بدید. آخر ببینید ما کجامون میسوزه، درد کجامون، درد به کجای وجود آدم یاد وقتی اینا رو میشنوه.
این داستان بالا رو که گفتیم یاد یه قضیه افتادیم، داستان این آقایی که میگفت گوهر نژاد و نمیدونم پرویز کارگردان، میگن یک کسی شنیدی دیر مثال خیلی مشهور، یه سر شب تا صبح که سر لیلی مجنون برای یارو تعریف میکرد، صبح شنونده گفت آقا این لیلی زهم بود یا مرد. داستان بعضی از هموطنان ماست. درود بر نادر نادرپور، ما عوضی گوش میدیم، عوضی میشنویم، عوضی همش. حالا به این داستان گوش کنید. در این بنگاه همیاری ملی به ریاست آمیتی مکانیک، میدونید یه خانم دکتر تاریخ شناس هست، نه از این دکترای معمولی ها، یعنیه برای خودش تاریخ شناس برجسته. هفته پیش نگاه میکردیم داشت خب انتقاد میکرد به رژیم جمهوری اسلامی و یادی از حضرت امام راحل پرانتز بسته کرد و شروع کرد به خوندن قسمتی از یکی از مسائل حل مسائل حضرت امام. اون کتاب رساله امام هست، فکر کنم شماره 12 در یه جایی هست که حضرت امام میگه که و رفتن با بچه هم حتی علاوه شهوانی اشکال نداره، دیگه نمیخوایم بازش کنیم. امام در اونجا میفرماید که کسی زوجه دارد که کمتر از 9 سال دارد، یعنی یه نرقولی بره با یه دختر زیر 9 سال ازدواج کنه. بعد میفرماید ارفاق میکنن که تا قبل از 9 سالگی حق مثلا خوابیدن باهاش سکس باهاشو نداره. ببینید چقدر اسلام و تشیع طرفدار حقوق زنانه که قبل 9 سالگی نه، بعد 9 سال و یه روز شده ابی نداره. و بعد داشت یه متنی رو خانم دکتر میخوند، متن این بود که مثلا هر نوع لمس عاشقانه و ور رفتن و مالیدن و فلان اشکالی نداره جز وطئه، وط یعنی همون کار. خانوم دکتر تاریخ شناس وطیو، کلمه وطیو میخوند وطیه، حواستون هست؟ کلمه وطیو حالت نیست. البته خانوم دکتر وط معنی خوبی نداره، نمیشه رو تلویزیون بگیم برات، اگه خواستی تماس بگیر برات تعریف کنیم معنیش چیه. حالا این میگی آقا اون عربیه، خب خانوم دکتر ایرانیه، هخامنشیه که حالا عربی و نه باره ایچی. کلمه حماسه رو خانم دکتر میگه حماسه. وقتی به کلمه حماسه رسید میگفت حماسه. کجا برم داد و فریاد کنم؟ این تاریخ شناس برجستتونه خانم تاریخ شناس، خانم دکتر پارگی. توصیه میخواییم بکنیم به خانم دکتر باربی. البته از همین بی سوادیش نتیجه میگیریم که تحلیل ها و توصیفاش هم کشکه، همه قلابیه، یه موقع میگیم بهتون بر میخوره. کسی که فارسی بلد نیست، تاریخ ایران عمده منابع و معاخذش فارسیه، اونم نه فارسی امروزه، فارسی قدیم، خبری و عرض می شود واقعی و چنین چنان. این بابا سواد فارسی امروزه رو نداره. وقتی بگیم کج و کوله تحلیل میکنه، به این در این نمیفهمه چی میخونه، چجوری میخواد براتون تحلیل درست بکنه. فقط توصیه میکنیم به خانم دکتر یک کلاس ابتدایی، یه دوره ابتدایی زیاد هم لازم نیست، یه 5 کلاسی بد نیست فارسی بخونید خانم دکتر. بعد حساب و ریاضی و شیمی و فیزیک که نه، فقط همون زبان فارسی یه دوره بگیر، 5 ساله ابتدایی از کلاس اول شروع کن. بابا آب داد، مامان باران آمد، نمیدونم آن اسب آن مرد با اسب با مرد، اینا رو یاد بگیر. بیا تا 5 ابتدایی فکر میکنیم مشکلت حل بشه، دیگه حماسه رو حماسه نکنی. سرکار خانم دکتر تاریخ شناس برجسته خانم دکتر باروی. این مهداد هست رفیقمون، براتون گفتیم. این رفیق که میگیم همیشه بدونید منظورمون به هموطنانیست که از طریق همین وسایل ارتباط جمعی، حالا چه در میهن تیوی، چه در اون روزنامه و چه در
کانال وان با ما آشنا شدن. مهرداد عزیز زنگ به ما زد خراسانی، گفتی جان، گفت بزن به چارت خراسانی. گفتی چی شده رفیق؟ گفت بزن به چارت، یا در برو از اون جایی که هستی یا برو یه جا قایم شو خراسانی. گفتی مهرداد جان چی شده؟ گفت نشدیدی؟ گفتی نه. گفت بعد پیروزی آقای ترامپ، پیروزی جناب دونالد ترامپ در این بنگاه همیاری ملی، خیلی خوشحالیم این اصطلاحات که ساختیم هموطنها به کار میبرن. طرف زنگ میزنه بعد از لطف فراوان میگه آقای خراسانی اختر ما هم سلام میرسونه. اختر شد یک کلمه بین المللی، یا مثلا امام راهل پرانتز جیم پرانتز بسته، یا کلمه طیبه خوشخدمالی، اینا داره همه به کار میبرن بدون ذکر مأخذ، مهم نیست. گفت خراسانی در بنگاه همیاری ملی بعد از پیروزی آقای ترامپ اون ژورنالیست برجسته هست، گفتیم میشناسیمش، گفت اومده پیز نشسته ببین چه داره میکنه. خراسانی فرار کن، جانت در خطره. گفتیم حالا اشکال نداره، حالا که وقت نیست، حالا بریم نگاه کنیم، اگه دیدیم خطرناکه یا گیه مناقصه ای مزایده ای چیزی میدیم، یه شاید یه سلاح موش بخریم بریم قایم شیم، چاره نیست دیگه. آقا رفتیم برنامه رو، این برنامه شون هم مثل پشگل ریخته همینجور هی تکرار میشه. آمیتی دیگه همه کسات از دست داده، 3-4 نفر داره در طول هفته مثلا 12 بار خانم دکتر تاریخ شده آسو تکرار میکنه، 15 بار جورنالیست برجسته رو، کاری نداریم. رفتیم دیدیم آقا جورنالیست برجسته، میشناسیدش، هم که از صدای آمریکا به علت آزاد نبودن آزادی اومد پیش آمریکا، کاری نداره، نشسته با یه آقای دکتر، اما نه از این دکترهای معمولی ها، یعنی دکترها بیوک بیوک دکتر، خیلی گنده، یعنی بزرگ منظورمون از نظر مقام و مرتبه. ایشون البته دکتر که میگیم پزشک نیست، دکتر و حقوق وکالت خونده و تخصصش هم در ایمیگریشنه و چند تا پرونده موفق در ایمیگریشن همین اخیراً چند سال پیش داشته، 140 تا یا 114 تا راوی روایت میکرد، ما رقیبش یادمون نیست، تردید از ماست. آره بر پرونده های موفق داشته، چه موفقیتی، و اینقدر موفق بوده که مقامات بهش نشون دادن، یعنی اومدن تشویقش کردن، فکر بد نکنید، مقامات پلیس تشویقش کردن، خیلی اومدن بردنش در یک هتلی، مدت ها ازش پذیرایی مجانی کردن و بهش افتخار کردن، بعد بهش طوق دادن، یعنی از این طوقا که میدازن گردن وقتی یکی کار مهمی، منتها ایشون اینقدر بهش احترام بذاردن طوقه رو به پاش بستن، طوقه به پاش بستن که از یه منطقه نگران بودن شهرشون رو ترک کنه، اون شهر رو از وجود خودش محروم کنه. هر کاری نداریم دیگه، ما به جزئیات نمیپردازیم. به هر حال اون آقای دکتر برجسته با این تاریخ شناسه، این ژورنالیسته، هنوز فکرمون دنبال خانم دکتر باری آقا میگیم تاریخ شناسه، به هر حال اینا نشسته بودند و عرض میشود که در این برنامه ما به یه اشتباه بزرگ خودمون قبل از هر چیز بگیم. ما همیشه میگفتیم این ژورنالیست برجسته از زمان تولد اعلیحضرت رضا شاه دوم پشت در اتاق زایمان بوده و عرض میشود همینجور با خاندان جلیل بوده تا امروز، هنوزم داره خوشخدمتی میکنه. بعد دیدیم اشتباه میکنیم، آقای دکتر که بغلش نشسته بود ما رو از اشتباه در آورد، گویا آقاها از 8 سالگی ژورنالیست، یعنی این ژورنالیست برجسته بنگاه همیاری ملی و از اصناف آمریکی از 8 سالگی ژورنالیست بوده. ببینید حالا ما بعدا فکر کردیم نکنه که ایشون از موقعی که مادر محترمش متولد شده ژورنالیست بوده، آقای دکتر یه خود تحقیق داده ما مشتری بشیم، بعد دیدیم نه همون روایت 8 سالگی درسته. خلاصه عرض می شود که این جناب ژورنالیست برجسته مخالفین خودش و آمیتی و بنگاه رو تهدید میکرد،
که دیگه ببینید آقای ترامپ اومده ما میدونیم با شما. البته ما بهمون بر نخورد چون تربیت اینا تربیت ساواکیه دیگه. این یارو پوست پوست و گوشت و استخونش از ساواک بوده دیگه، از اون ژورنالیستای اونجوری بوده. بهتر کنید مثلا میرزاده عشقی بوده یا همچین ژورنالیست، یا مثل زنده یاد دکتر حسین فاطمی، اون ژورنالیست های شجاع در مقابل اهریمنای زمان با میزدادن. نه، از این کسانی که به هر حال خوشخدمان دستگاه بوده. آره، فرهنگ همینه، فرهنگ ساواکی که اگر این حرف رو بزنی میرم اسمتو میدم با آقای ثابتی که چوب کاستیدت کنن. به هر حال تهدید میکرد که بله خلاصه حواستون جمع باشه. ما هم خیلی ترسیدیم البته، بعد دیدیم رابرت دنیرو هم تک ترسیده مثل ما. دمی رابرت دنیرو گرد گفته بود مشت بگم بذارم تو دهن این ترامپ فلان فلان شده. حالا خبرنگاره اومد بهش گفت آقای دنیرو چی کار میکنی؟ ترامپ شده رئیس جمهور. گفت والا برگردم مملکت خودم ایتالیایی رو هسته. خیلی جالبه اون کت خدای دهش هم که زمان جوانیش تو ایتالیا توی دهی زندگی میکرده یه نامه ای داده گفته که آقای دنیرو برگرد به میهنت، ما افتخار میکنیم تو بیای تو ده سابق خودت، منتظرتیم، دعوتش کرده برگرده. حالا ما هم خب بدمون نمیمد کت خدای سابق دهمون ما رو دعوت کنه از ترس آقای ترامپ و آقای ژورنالیست و از نامش در بریم دهمون. متأسفانه تو ده خودمون هم دیگه جا نداریم متأسفانه، به علت فساد اخلاق خودمون. به هر حال در این برنامه این جناب عرض می شود ژورنالیست برجسته یه افاضاتی فرمودن که والا ما حیفمون اومد شما بینندگان عزیز رو از شنیدنش محروم کنیم. گفتیم حداقل اینا رو به اطلاعتون برسونیم دیگه. یکی از این افاضات این بود، ایشون در همین برنامه به ملت فرانسه توصیه کردن که مثل ملت امریکا عمل کنید، برید به نیکولا سرکوزی رأی بدید، مبادا به اون رقیبش رأی بدید. یعنی برای ملت فرانسه ایشون در یک مقامی است که تعیین تکلیف میکنه. یکی دیگه از فرمایشات گوهربار ایشون این استش که میگفت اون کسانی که بر علیه ترامپ، جناب ترامپ تظاهرات میکنن، این کسانی که این روزا تو شهرهای مختلف آمریکا حالا یا به علت مخالفت با ترامپ یا طرفداری از هیلری و یا حداقل اینکه با هر دوشون مخالفن، با سیستم مخالفن، تظاهرات میکنن، ایشون میگفت اینایی که تو خیابونای آمریکا تظاهرات میکنن آمریکایی نیستن. این همون تفکر ساواکی زمان اعلیحضرت وقتی یه جای بساطی برقرار میشد که اینها از خارج آمدند. یا الان اگر یک اعتراضی در ایران بشه فوری سران رژیم میگن اینا عوامل اسرائیل و موساد و شیطان بزرگن. همون داستانه، اینجا هم دارن این بساط رو برپا میکنند. ایشون میگه این مردمی که توی آمریکا تظاهرات میکنن اینها امریکایی نیستن. دیروز دیدیم اون یارو هست که مفسر برجسته آمریکایی از اروپا میاد، نه عکسش معلومه نه چهرهش. اونم میگفت اینا چیزی نیستن، تو هر شهری 20 تا 30 نفرن. والا به قول مشقاسم خدا بیامرز دروغ چرا؟ تا قبل ما این عکس مکسا رو میبینیم صحبت 20-30 نفریست. حالا چند نفر است به ما مربوط نیست، ولی اینا به هر حال در روال اثبات مخبطات کله خودشون اینا رو مطرح میکنن دیگه. بعد چه ارادتی اینا دارن به جناب السیسی، سرلشکر السیسی، همین جناب ژورنالیست که چه مرد بزرگی است.
خب حضرت آقا این جناب السیسی الان 10,000 تایی مثل این که از همون جوانان مبارز میدان التحریر رو به عنوان زندانی سیاسی در زندان داره مرد. اینا رو چرا بهش اشاره نمی کنید؟ باز از فرمایشات ایشون گفت مجسمه آزادی باید به افتخار کنه به برنده شدن آقای کرام. مجسمه آزادی باید افتخار کنه، باید سرش رو بالا بگیره. حالا گفتیم این تفلک مجسمه آزادی، مشعلم دستشه، بارشم سنگینه، یه کلاه گندم تاجیم سرشه، آقای ژورنالیست برجسته چجوری سرشو، اگه سرشو بالا بگیری یا مشعلت دستش نفته یا کلاش از سرش نفته، خیلی کار سختیه. به خاطر انتخاب آقای ترامپ مجسمه آزادی سرشو بالا بگیری. بعد مردم رو تهدید میکرد، میگفت بذارید آقای ترامپ بره کاخ سفید، ما میدونیم با شما خداسه. آی نفس کش. درست یاد شبون خان خدا بیامرز الو چقدر یاد شبون خان کردیم و نوچه هاش افتادیم. اینا همون نوچه های شبون خان هست. وقتی اتفاقی می افتاد می رفتن شبون خان رو می آوردن ازشون حمایت کنه. حالا اینا شبون خان دارن دیگه، توقع دارن مراقبشون باشه. این هفته آمتی مکانیک یک برشنامه غلیظ و شدید شفاهی البته صادر کرد به خطاب به همه اون گاگوساله ها از ناب و دوابش. البته آمتی مکانیک اخیرا دستش تفلک خیلی دستنا مونده، خب میدونید دیگه رفتن بسیاری. یک بخشنامه شدید و غلیظ که به همشون که از شما میخوام که دیگه شروع کنید از سنگر شلیک کنید، شلیک های بیشتر بکنید، فعالیت بیشتر بکنید، یعنی بیشتر فشخوار مادر به خامنه ای و اینا بدید. خلاصه یعنی این، چون خودش این کارو میکنه، فکر میکنه فش دادن به خامنه ای و رفسنجانی و پیوتی اینا مبارزه است. حالا ما به عنوان فوزون محله به این گاپوسارای آمتی میگیم که ببینید آمتی روش نشد بگه نه تنها فقط شلیک کنید، یعنی فوش بیشتر، به خصوص اون سلول هنگ یا رو قربانه هست اون قهرمان فوشکار مادره، به همه اون دیگه کاری نداره، به همه هم فوش میده، چپ و راست و با هر کی که خلاصه بگه بالای چشم آمیتی یا دستگاه. چجوری اینا انقدر زلیدن برای یک جزئی علوفه اینجوری سرخم میکنن ما نفهمیدیم. بعد آره بخشنامه آمیتی این یه قسمتشه، اما یه قسمت مخفی داره که شاید شماها نفهمیده باشید به علت خریت، ما اونو براتون توضیح میدیم. آمیتی منظورش این بود که هم شدید کنید، یعنی به جمهوری اسلامی فشخوار مادر بدید، بیشتر هم بیشتر مردم رو بچاپید، پول بیشتر فشار بیارید توی همیاری، از مردم بخواید همیاری کنند، این هم یادتون باشه. ببینید دو کار بزرگ آمیتی مکانیک و ازنابش گاپوساله های دوره ورش در این سنوات اخیر کردند. یکیش اون هفته آبان بود، حضور مردم ایران در پاسارگاد، کار آمیتی رو در راه رستش بوده، هیچ کس نبوده جز آمیتی، فقط مردم ایران به دعوت آمیتی رفتن در پاسارگاد. این یادتون باشه، بی خود کسی دیگر نام نبرید، فقط آمیتی و اصناب. کار دوم بزرگش پیروزی آقای ترامپ بود، یعنی اصولا عامل اصلی پیروزی آقای دونالد ترامپ، جناب دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آمیتی و اصنابش بودن. باور کنید با یه کسی مثل خودمون اونم فساد اخلاق باید صحبت میکردیم، گفتیم حواست جمع باشه ها، آمیتی این دوتا کار بزرگ رو کرده، به خصوص این انتخاب آقای دونالد ترامپ. یه خورده هر هر به ما خندید، گفت که ببینم آمیتی ساکن کجاست، گفتیم کالیفرنیا، همون شهر شما. حالا نوش دادیم اون رفیق ما شامل
ساکنش نه، همین سعید بهبانیه بابا، ما چرا ساز گفتیم یادت باشه آمتی باعث پیروزی آقای گفت آمتی کجا زندگی میکنه؟ همه همسایته تو کالیفرنیا. گفت تو کالیفرنیا کی برنده شد؟ گفت خانم کلینتون. گفت خب بچه تو این تو شهر خودش نه. گفتیم بابا تو خیلی کوچولو فکر میکنی، تو فکر میکنه آمتی فقط تو کالیفرنیا باعث شده؟ نه، در تمام امریکا. گفت حالا فهمیدم، فقط آمریکا تو کالیفرنیا که نبوده، در تمام امریکا آمتی باعث پیروزی آقای ترامپ شده. ولی یک مصیبتی به آمتی وارد شد، این بود درست سر بزنگا اون خانوم زینا رفت، یعنی خود آمتی باعث شده، زینا خانوم رفت، بعد منبع اسکلاس هم با خودش ورداش برد، یعنی آقای حمزه پور یارو پیر مرد فکر کرده باتی هست پاپیونیه. خیلی بد شد، همه زحمت ها زینا اونجا کشید، آمتی هم دندون تیز کرده بود که آقای ترامپ حالا بشه و یه پول گنده ای اون پیر مرده بره از آقای ترامپ بگیره بده به این سر بزنگا یه هفته قبل از پیروزی آقای ترامپ و برگزاری انتخابات. خود بدبختش باعث شد زینا قرد کرد رفت، البته زینا رفت یه جایی دیگه رفت، کانالوان بهش جا دادن داره صحبت میکنه. بعد آقای فنانی رم آقای خوشتیف هم با خودش برد. در ضمن ما دیروز توی برنامه این آقا رو حقا نامیدیم، این حقای جدیده یادتون باشه، دکتر محمد رضا حمزه پور دکتر ایشون، البته یه آدم خیلی محترم شیک، این حقا الان هم خودش به صراحت گفت که آقای ترامپ قول داده که اگه پیروز بشه در انتخابات من یا رئیس جمهور بشم در ایران یا رهبر، تردید از ماست، یکی از این دوتا پست رو آقای ترامپ بهش قول داده. فکر کنید بعد از رئیس جمهور شدن اون مفلوک ابلهی نژاد و حسن روحانی و به خصوص انتخاب خود آقای ترامپ در امریکا، ایشون هم بشه رئیس جمهور یا رهبر ایران، وا ویلا چی میشه، چه مجنونی عجب دوغی بشه، کاری نداره. عرض به حضور محترمتون، بنابراین یادتون باشه هم مردم ایران با آمیتی بدهکارن به خاطر پاسارگاد، هم همه مردم امریکا با آمیتی بدهکارن برای انتخاب ترامپ. اما بعد این سوال هفتگی آمیتی رو هم براتون بخونیم. سوال اینه، سوال هفته در برنامه صدای مردم، هم میهنان گرامی نظر شما در مورد انتخاب جناب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا و شکست خانم کلینتون چیست؟ خب ما به هر حال ایرانیان گرامی که میگه ما شاید ایرانی باشیم دیگه، ما جواب باید بدیم. جناب آمیتی جواب ما اینه که حالا اگر خانم کلینتون هم انتخاب میشد همچین مالی نبود، فرقی نمیکرد، ولی انتخاب آقای ترامپ به خصوص یه نتیجه مهم در جهان خواهد داشت و اون نتیجه روزگار سیاه برای مردم آمریکا و جهانه. بشین تماشا کن، خیلی جالبه، این آقای حقای جدید، همین آقای حمزه پور، این تو تلویزیون آمیتی یعنی تو بنگاه همیاری یه موقع یهو زنجیر پاره میکرد، خانم زینا افسارشو میکشید، بعد حالا ترک عادت موجب مرض است، تو کانالوان رفته اونجا یهو زنجیر پاره میکنه، کار زینای تفتک سختتر شده چون اونجا باید سفتر افزارا بکشه، تا اونجا خب یه جوری به هر حال باید حواسش باشه که الان آمیتی کارش این حرفا گذشته و سو شده و گرگ بارون دیده است، الان شاید هم مثلا خانم زینا حواسش جمع منبر خودش هم هست، اگه یه ذره این حقات رو به تازه خب ممکنه یه جورایی برای خود خانومم، البته انصافا هم کشیدن افسارش بعد چیزی نیست، چون وقتی دیگه زنجیر پاره میکنه جوری که ممکنه با لگد بزنه حتی سخت طویلر هم خراب کنه، باید یکی باشه افسار آقای خوشتیپا بکشه دیگه. بگذاریم
اما میخوایم یه پیشبینی بکنیم. میدونید که عده زیادی اومدن در این بنگاه همیاری ملی در خدمت آمریکی، بعد تفلکای ماه دو ماه بیشتر دووم نیوردن رفتن. یعنی هر کدوم یک گناهی مرتکب شدن از نظر سیستم آمریکی دیگه، مثل آقای مراد معلم یک کلمه گفت تفلک پرید. خیلی ها یه بار لیست اینایی که اومدن رفتن خوندیم، آخرینشون هم همین خانم زینا تهرانی بود که یه جمله گفت، یعنی اون آقای دکتر خزعلی رو آورد و سر همون باعث قطع برنامه شد. یه حدس می‌زنیم، پیش‌بینی می‌کنیم نفر بعدی که احتمالاً خواهد پرید اون آقای چیچیمنشه، از اروپا میاد، مفسر برجسته سیاسی، میاد هر هفته با آمیتی روی خط مسائل جهانی رو حل و فصل می‌کنن. فکر می‌کنیم همین روزا اونم زیر پاش جارو بشه، چون این هفته رو خط با آمیتی درگیر شد، منتها آمیتی حواسش بود یه خود جمع جور کرد. یک کلمه تفلک گفت که به مذاق آمیتی خوش نیمد، اونم رفت تو این نخ که این شعاره خود بومی داده، شعاره ما آریایی هستیم عرب نمی پرستیم، یهو به آمیتی برخورد، آقا شما هم تو سنگر آریایی از این حرفا، یهو دید داره سه نیشه گو، حالا بریم کلیپ. رفتن یک کلیپ پخش کردن، مثل که اون پشت یارو رو حالیش کرد که بابا تو اینا رو میگی، ما با همینا پول ساختیم، الان داریم پول جمع میکنیم، تو که داریم میزنیم زیر میز. برگشتن با هم دیجیبادی شدن، ولی احتمالا همین روزا زیر پای آقای چیچیمنش هم خالی میشه. این حدس ماست، یا این نفر قربانی بعدی آقای فلان منشه. این حدس ماست. عرض به حضور محترمتون، ببینید شدیم سنگ صبور رفقا، خیلی جالبه، شدیم سنگ صبور دوستان. هر کی از هر کسی شکایت داره میاد پیش ما، فکر میکنن که ما چیز هستیم، چی میگن، قاضی القضاتی، میان شکایت میکنن. ما روالمون اینه که دستگاه جوشکاری رو برمیداریم را میندازیم برای جوشکاری، ما برای فست کردن آمدیم. ما اگر دوتا رفیق به ما هر کدوم به تنهایی زنگ بزنن پشت سر یکی بد بگن، این بدیها رو انتقال نمیدیم، چون معتقدیم ما به وحدت نیاز داریم، به دوستی نیاز داریم. هفته قبل یه دوستی زنگ زد و یه دوست دیگری گله و شکایت داشت. هر هم میپرسیم چرا میایید به ما میگید، نه آقای خراسان شما بالاخره قضاوت کن ببین. دوستی داریم مرا فکر کنید، حسن آقا، این با حسین مدت هاست دوسته، یه دوست دیگه ما، اما هم هم رفت آمد دارن، رفیقن، چایی میخورن با هم، قهوه میخورن. اومده بود به شکایت از این حسین که خراسانی ببین حسین این کار کرده، این کار کرده، این کار کرده، در حالی که اینا با هم منافع مشترکی هم به حال دارن دیگه، حالا با هم سر کار دارن، بیزینس دارن، مراوده دارن. بهش گفتیم ببین حسن جان، این حسین خیلی پسر خوبیه، ولی فراموش نکن راه رفاقت با هر کسی با دیگری فرق میکنه. این حسین پسر بسیار خوبیه، ما هم خیلی دوستش داریم، کما اینکه تو هم دوستت داریم، ولی یه چیزی در وجودش هست، حالا نمیتونیم بگیم این عیبه یا حسنه، در حال این رو در وجودش ما دیدیم. گفت اون چیه؟ گفتیم حسن جان این حسین مثل ببر میمونه، مثل پلنگ میمونه. دیدی پلنگ و ببر چه زیبان، چه با شکوهن، چه با عظمتن. حالا یه خوردم این به این جامون برمیخوره که ما خودمون چون عاشق حیوانات به خصوص گربه سانان هستیم، میدونید ما ارادت خاصی به گربه و گربه سانان، شیر و ببر و پلنگ و این چیزا داریم. یه بارم تو اون رستوران علیه و ملیه نشسته بودیم، نشریه اومده بود داشتیم، نشریه که بکی نگاه میکردیم، یه رفیقی داشتیم اسپانیش بود، اینم داشت نگاه میکرد، اونم مثل ما عاشق این گربه سانانه.
یا آقا خراسانی ببین هیکل رو ببین این چیلیه. ما بلند شدیم که بریم نگاه کنیم، اخترم که نشسته بود یه گوشه شاهد داستان بود، فکر کرد موضوع یه زن زیبایی یه لخت و پتی چیزیه، یا براق شد که چی داری نشون خراسانی میدی که خانم اختر یه خود کنف شد وقتی دید گو اینو میگی زیبا، گفتیم آره ما اینو زیبا برحال گفتیم این رفیق ما مثل ببر میمونه، مثل پلنگ میمونه، زیباست با شکوه، آدم دلش زفت میره براش، ولی یه چیزی هم توجه کن، زیاد بهش نزدیک بشی مطمئن نباش که کاریت نداره. ما خودمون وقتی میبینیم یه فیلمی عکسی از ببری پلنگی شیری چیزی بدمون نمیاد بریم یه دستی بهش بکشیم یه بوسش هم بکنیم، ولی میدونیم که یه هو بهش اعتبار نیست، دیدی برگشت یه هو با دندوناش و فکش گردنت هم گرفت یا فکت هم خورد کرد. بنابراین در نزدیکی به حسین و رفاقت باهاش باید یه حالت ببر و پلنگ بودنش رو در نظر داشته باشه، مهربان زیباست با قبول ابهت با شکوه، ولی نزدیک زیاد بشی مواظب باش گردن تو نشکنه، این عیب یا حسن رو داره. به حال بهش توصیه کردیم خط نگه داره تا یه جایی بیشتر جلو نرو، البته رفاقت تو بکن. عده ای از دوستان یه زمانی به ما گله می کردن اون زمانای یه سال پیش، آقای خراسانی برنامه چقدر طولانیه، 2 ساعت ما حوصله نداریم ببینیم. گفتیم خب بابا تقسیمش کنید خورده خورده ببینید، شما وقتی میدید 10 تا نون سنگک میخری که همه رو نمیخوری که، میذاری توی یخچال فریزر روزی یه تیکش رو میخوری، اینجوری عمل کن که قابل هضم باشه. گفتن نه اگه کوتاه باشه بهتره، خب ما یه ذره کوتاهش کرد. حالا یه عده پیدا شدن آقای خراسانی کمکاری میکنی کم میذاری، چرا برنامه کوتاه شده؟ ضمن اینکه نمیدونیم به کدوم ساز شما برقصیم در حقیقت، ولی فراموش نکنید خب اینا کار میبره، یعنی این یه داستانی نیستش که تو بیای همینجا پای این دستگاه بشینی و خب درسته مزخرف میگیم، ولی مزخرفان به هر حال باید یه جایی تهیه بشه دیگه. میخواستیم در حقیقت یه درد دلی با شما بکنیم، یه داستان کوتاهی از بیوگرافی خودمون، از سرنوشت خودمون. ببینید گفتیم براتون ما یه زمانی سالها در یکی دوتا نشریه مینوشتیم، یعنی در 2-3 تا 3-4 تا که یکیش کم کار کرد تر بودیم، یکیش که دیگه پیله کردیم و ادامه دادیم. وقتی که قبلا با نام مستعار می نوشتیم، وقتی همین نام پر افتخار پیرگدای خراسانی رو ابداع کردیم و شروع کردیم، عزیزان ما به ما توصیه می کردن آخه این کار چیه، تو این کاری که می کنی خطر داره برات، اولا ممکنه گرفتاری برات ایجاد بشه، بعدم وقت تو می گیره از زندگیت می مونی. در اون موقع در جوابشون گفتیم اولی رو که خیالی نیست، ما کار اونهای حرفا گذاشته، دومی رو هم بالاخره یه کارش میکنیم، حالا کارم میکنیم، ضمن کارم مسئله این نبود، 15 روز یه بار باید 2-3 صفحه 4-5 صفحه مینوشتیم که میفرستادیم برای جناب سردبیر، البته ایشون خودش با قیچی یه مقداراشو قیچی میکرد برداشت چاپ میکرد، کاری نداره. تا اینکه موضوع همکاری با سعید بهبانی و میهن تیوی پیش اومد، اینجا باز دوباره عزیزان ما گفت خراسانی آخه تو هم کار میکنی هم بالاخره مشکلات خونه هست، بعد اینم به بارت اضافه کنی میتونی بکشی؟ گفتیم به هر حال یه کاری میکنیم، ببینید اگه روزی نشد خب بزخواهی میکنیم، یه روز اگه دیدیم در توانمون نیست میریم میگیم سعید جان ما دیگه نمیتونیم. تا بحث کانال باند که دیگه ریختن سر ما آقا بس که زیاد بار خودت نکن، تا حالا با تو میهن تیوی هم هستی میخوای اونجا بری چجوری الان که به هر حال میدونید داستان ما اینجوریه که هفته ای 3-4 روز باید برای گذران زندگی کار کنی، تو به هر حال میدونید خرج در اینجا بالاست، ما هم که میدونید هیچ نوع درآمدی کمکی جایی از کسی نداری، ما رو پای خودمون هستیم.
و از بازی خودمون موری میکنیم. گفتیم نه حالا کانادوان هم یه کارش میکنیم. این هم هر موقع خب اگر دیدیم نمیکشیم عذرخواهی میکنیم. هر باری گفتن در جواب هر دو سوال همین جواب دادیم. این که جانب نمیدونیم این مزخرفات در خطره گفتیم که خیالی نیست و در اون مورد هم خب هر موقع نتونستیم نمیکنیم. تا اینکه حالا به این نتیجه دیگه ای رسیدیم. الان به این نتیجه رسیدیم که اگر هم بخوایم قطع همکاری کنیم نمیتونیم. یه زمانی فکر میکردیم خب یه روزی میگیم نه، ولی الان دیگه نمیشه. چرا؟ به دو دلیل. یکی محبت این هموطنانه که یه موقع اگر یه مشکلی پیش بیاد برنامه 10 دقیقه دیر بشه، حالا یا به خودمون زنگ میزنن یا به سعید زنگ میزنن. اینا رو برای تعریف از خودمون نمیگیم. ما مسئول اون کانال وان رو آقا وقتی برنامه تموم میشه، ما اگر روی اینستاگرام تلگرام یه چیزی نذاریم به ما هی زنگ میزنن پس چی شده. یعنی با یه عده گوش میدن و اون عده محبتی به ما دارند و این محبت رو نمیتونیم ما متقابلش رو دریغ کنیم از مردم. بعد تازه یه دم دشمن خونی داریم، به خاطر اونام نمیشه قطع کنیم، برای که اونام بالاخره بهشون برخورده، اثر کرده، کار ما تأثیر داشته که اینا فوشمون میدن، پس به خاطر اونام نمیتونیم قطع کنیم. بنابراین به اون دوستانی که مرتب در این موارد سوال میکنند باید بگیم که ما نه میتونیم دوستی دوستان رو فراموش کنیم، نه اونایی که به هر حال با گفتن بعضی مسائل دل ما رو میشکنن، میخوان ما رو ناامید کنن، همچنان استوار واستادیم و ادامه میدیم تا جایی که جان در بدن داریم و نفس در سینه. منتها یه مطلبی هم که میخوایم به شما بگیم این هستش که این عادت در ما هستش که اگر برفرض روزی از یه تشکیلاتی بریم، حالا چه میان تیوی باشه چه کانابان باشه، اینطور نیست که بعد بریم و حرفای دیگه ای غیر از این که الان میزنیم زده باشیم بزنیم. کمایی که وقتی هم که از اون نشریه اومدیم بیرون هیچگاه به زشتی از اون مرد یاد نکردیم. الان هم اینجا دوباره ازش سپاسگزاری میکنیم به خاطر اینکه او شاید محمد رحیمیان رو میدیم سردبیر پیوند. ببینید امروز او یکی از دشمنان خونی ماست و یک سال به تلفن ما هم دیگه جواب نداده، ولی اصلا مهم نیست، ولی ما نسبت بهش احساس محبت و برادری داریم و هیچگاه روزی رو که به ما که گمنام بودیم، البته اون موقعی تو یکی دوتا نشریه دیگه هم با اسم مستعار می نوشتیم، رسما جایگاه داد و سالها ما رو تحمل کرد، شاید پشموش هم خورد به خاطر چیزایی که ما میگفتیم، هیچ موقع محبتش رو فراموش نمی کنیم. ببینید گوشتون رو باز کنید، پس فردا کناله کسانی چیز دیگه بگن، نه اینکه الان اگر یک کج رفتاری ببینیم نگیم. الان میگیم راجب کارایی که حالا داره یه موقع میکنه، اگه یه چیزی در نشرش ببینیم که مخالف مصالح میهن باشه الان میگیم، ولی از این که اون موقع ما آزادی نسبی داشتیم تا دیدیم داره یه خورده بیخش تنگ میشه زدیم به چاک. برها خواستیم این رو هم روشنتون کنیم. ما حقیقتش میخوایم یه گله بکنیم از بسیاری از بزرگان و فرهیختگان میهن خودمون. اینایی هستن که ادعا میکنند و یلی هستند و رقمی هستند. به این اراذل و اوباش و خاکروبه ها کاری نداریم. به این آتشقالایی که میان پشت این دوربینا و جلو این دوربینا و پشت این میکروفونا میشینن فقط منظورشون اینه جیبشون رو پر کنن. اونایی که یلی هستند و ادعایی دارند و بسیاریشون هم آدم های موجهی هستند، به اینا میخوایم فریاد بزنیم به سرشون که به خاطر کمکاری شماست این وضعی که امروز پیش اومده. به خاطر کمکاری شما فرهیختگان
که یه الدنگی مثل تریتا پارسی میره خودشو به مقامات دولت آمریکا میچسبونه و خودشو نماینده ملت ایران معرفی میکنه. درود بر حسن دایی. با بعضی با حفظ بعضی اختلافاتی که ممکن از نظر عقیدتی باش داشته باشیم، درود بر او که چگونه روی این مزدور رو کم کرد در اون دادگاه، البته و درود به مردمی که پشتیبانی ازش کردن. ولی تقصیر شماست که همچین کسی میره. و امروز هم با عوض شدن داستان در امریکا و اومدن ترامپ جای اوباما، باز یه علقه مزقه دیگه به جای شما داره میره خودشو میچسبونه به دولت آمریکا و سیستم جدید دولتی در امریکا، یعنی کابینه ترامپ. یعنی منظورمون اون بچه پرروه، اون علقه مزقه، اون شیاف. این روزا دیدیم دیروز صبح یه نفر آورده بودش تو تلویزیون، شب یه نفر دیگه، و وای به حال اینا. کیو میرید میارید میشونید بقید دست خودتون؟ نمیگیم ما رو بیارید، ما اصلا رقمی نیستیم، ما هیچی، ما مثل آقای جورجیا چی میگیم، جورجیا آرمانی نیستیم که دادمون چرا صدای آمریکا ما رو نمیبره، چرا بی بی سی. نه، ما اصلا همینجا میان تیوی و کانال ما برامون بسته. آقای لاری کینگ سرکار خانم دکتر روانشناس، آدم حسابی غیر این پیدا نکردی؟ دیروز صبح لاری کینگ بهش، لاری کینگ وطنی ها، میدونی خودتون کیو میگی، لاری کینگ بهش منبر داده بود، داد سخن میداد، شبم خانم دکتر روانشناس. یعنی در حقیقت با اومدن این بابا جای تریتا پارسی، یاد اون داستان کل پز برخواست سگ جایش نشست افتاد. تریتا پارسی حالا ممکنه این روزای جوری زیر پاش خالی بشه به علت اینکه از اسناب دولت اوباما بوده، امیرعباس فخرآور بیاد جاشو بگیره. این حالا میره شده نه، حالا این چه جور آدمیه؟ علی رغم همه چیزایی که پشت سرش میگن، میگن مزدور جمهوری اسلامی هنوز با رژیم ارتباط داره، اینا رو ما هیچ دلیلی برای اثباتش نداریم، ولی فکر میکنیم اینجوری باشه، فقط فکر میکنیم. ولی اینایی که ازش میبینیم در این روزا، وقت اینا یه چیزایی هم به معلومات ما اضافه میکنه. مثلا حالا تفکیک نمیکنیم در کدوم برنامه، در برنامه لاری کینگ یا آقای خانم دکتر، در یکی از این دوتا اینا رو بررسی کردیم. بگم برنامه خانم دکتر بود، میگه اینایی که تظاهرات میکنن تو آمریکا امروز بر علیه جناب ترامپ، این کار خلاف قانونه. تظاهرات در امریکا خلاف قانونه، ایشون میفرماید. حالا سوال ما اینه که آقای مدرس قانون اساسی آمریکا در دانشگاه تگزاس، جناب دکتر، البته ما درجه دکترا داریم، خودش انصافا تا حالا ادعای دکتر بودن نکرده، جناب امیرعباس فخرآور مبارز، تظاهرات مردم امریکا بر علیه ترامپ در خیابونای آمریکا خلاف قانونه؟ بفرمایید اینی که آقای ترامپ جان شما در اون یکی از جلساتی که برگزار کرده بود با طرفدارانش گفت به یارو بزنش من پول وکیلتم میدم، اون کجای قانونه؟ دو سر قاف، اون کجای قانونه؟ اون کجاش قانونی بود اون حرف؟ رئیس جمهور، آقای رئیس جمهور، یعنی چیز خیلی جالبی بود. میگه حیف که من متولد آمریکا نیستم. اگر عباس فخرآور میگه اگر من متولد آمریکا بودم و میتونستم رئیس جمهور بشم، یه روز یه قطار میذاشتم از آلاسکا به سیبری،
و تمام این چپ ها رو، منظورش از معترضینه، این ابله هم مثل بعضی از اجله اواهله دیگر فکر میکنه که هر کی معترض باشه چپ توده یه کمونیست شوروی طرفدار مسکو حقوق بگیره KTVه. آره این چپا رو سوار این قطار میکردم میفرستادم سیبری که برن اونجا ادب بشن بعد برگردن تو آمریکا. اینو آقایی که مدرس قانون اساسی آمریکاست داره میگه ها، نه خراسانی بی سواد، نه مش جعفر سبزی فروش. بعدم به صراحت اعتراف میکنه که من با آمریکایی‌ها کار میکنم. خب نیاز نیست بگیم، ما میدونیم کی اصلا تو رو آورد، کی باعث خروج از ایران و از اون یکی از کشورهای جنوب خلیج فارس آوردن امریکا پست دانش استاد. والا ما نمیدونیم این حلقه مزقه چجوری استاد دانشگاه است، اینو هنوز نفهمیدیم. آقای داریکین بود یا خانم دکتر وقتی که ظهور کرد روی اسکار که آقای داریکین بود که آقای فخرآور الان شما کجا تشریف دارید، کجای دانشگاه هستید؟ که بنده در دفتر رئیس دانشگاه. خیلی باحالی، خیلی باحالی واقعا. نه میگه من با آمریکایی‌ها کار میکنم. خب میدونیم، ما فکر میکنیم اگه یه ذره دیگه بهش میدون ببینه میگه بعد آقا یه تلفن سرخ رومیز من که با پنتاگون و کاخ سفید وصل دائمه، چون دیشب هم میگفت گفت از اونجا به من گفتن اینجور حواسیم جمعه. بعدم گفت بلاری کین که آقای فلانی یه سوالی که گفت نمیتونم جواب بدم سیکرته، گفت حالا تعدادش رو بگو اینا، گفت حالا کسی نفهمه بین من و تو باشه رو خط برنامه، خودش رو لست میکرد تنزم به کار میبرد، بین خودمون بمونه رو خط تلفنی که تلویزیونی که یده میبینن. آره سیچر بیشتر از چند تا هست. و این آدم که تا 5 روز پیش دشمن خونه مجاهدین بود دیشب شد حمایتی از مجاهدین میکرد. البته اصل داستان به اونجا برمیگرده که بعضی از این اعضای کابینه آقای ترامپ از همون کسانی هستن که از ارادتمندان به مجاهدین هستن. این دیشب دیده بود مسجد جای چیز نیست، به ما دوستامون توصیه کردن به خصوص اختر حرف بد نزن. اختر گفته اگه حرف بد رو حتی هر تلویزیونی بزنی، هر جا بزنی، هم فتفر میریزم دهنت، هم قاشق چوبی رو میذارم روی گاز پشت دستتو دار میکنم. دیگه ما حرف بد قراره نزنیم. اگر این محدودیت برامون نبود، حالا صاحبان اصلی صاحب الله کاری ندارن، اختر مدعیه. اگه این ممنوعیت رو نداشتیم میگفتیم که دید مسجد جای گزیدن نیست، ولی خب نمیشه که بگیم شرط کنترلی سانسور داریم از طرف اختر. ببخشید. آره گفت که این مجاهدین خیلی قوی هستند و قدرت ارنجمان دارن، میتونن دی رو جمع کنن، تظاهرات را بندازن. و آقا این ادمینستریشن آقای ترامپ، این بعضی از اعضا با مجاهدین بود تیپک بود فلان. بدون یه ها چطوری در یه شب مجاهدین که اینقدر بد بودن یه ها اینقدر خوب شدن، اینو نفهمیدیم. باستمونو بخواییم. خیلی حیرت انگیز بود. بچه افتخاری میکنه به ارتباطی که با همین تشکیلات دولت آمریکا داره. یه جورایی زمزمه میکرد، یعنی با امنیتی و اینا من خلاصه یادتون باشه ها، حواستون جمع باشه. یاد اون روستایی افتادیم که افتخار میکرد بین روستایی ها، میگفت ببینید من اون کسی هستم که خان خودشون خودم با دو گوشم شنیدم،
با دو لب مبارکشون خطاب به من گفتن برمسا. من یه همچین کسی هستم، اینم یه همچین تعبیری داشت حرفش. دیروز شنیدیم که نمیدونیم آقای ترامپ میخواد کیاکه رو بکنه وزیر امور خارجه، ولی امروز صبح داستان عوض شد. آقای جولیانی ظاهرن این شهردار سابق نیویورک رو میخوان انتخاب بکنن برای پست وزارت امور خارجه. خب یعنی میخواد جای آقای کری بشینه. فقط داستان اینه که این آدم که حالا با مجاهدین هم جیجی بازیه، بعد این با رژیم شریف یه قرابش صحبت کنه باره. برای خیلی یه چیز جالب در این داستان دیدیم. صبح میگفت که آقای ترامپ با آقای جولیانی گفته رفیق رو درواسی نکن، یا تو خودت هر پستی رو میخوای بگو بهت بدن. مثل این که مثلا یکی میاد خونه ما، مثلا قرمه سبزی داریم با اشکنه و نون ماست، میگیم ببین رو درواسی نکن یا خونه خودت هر کدوم میخوای نوش جان کن. آقای ترامپ هم یه همچین تعارفی با آقای جولیانی کرده، گفته داداش هر پستی رو میخوای بگو و برات ترتیبشو بدم، دل مشغول مدار. خیلی باحاله، خیلی جالبه. تعارف میکنه، میگه هر چی رو میخوای بگو بدم، یه موقع رو درواسی نکنی. خب وقت ما در شرف اتمام، بذارین یه چیزی بگیم سعید بعد بهمون یه لنترانی بگه. امروز یه رو دیر شروع کردیم، الان با حساب خودمون یه رو دیگه طلبکاریم، ولی نه چون بعد ما کسی احتمالا برنامه داره و دستگاهمون رو جمع کنیم. اینو گفتیم چون سعید از یه حرفی ها خوشش که بیاد وقتی بگیم ما دیر شروع کردیم. عرض می شود که یه جولایی بعد یه لنترانی طلبمون می شه ازش. خب ببینیم چی داریم براتون. آره همه رو گفتیم، یه چند تا مطلب اینا دیگه فرصت نمیشه و میذاریم برای هفته دیگه. به هر حال سپاسگزاری میکنیم از همه دوستان. اینو که میگیم، ببینید اینی که امروز مطرح کردیم، نمیخوایم منت سرتون بذاریم. میدونین که حالا نه ما رقمی هستیم، نه اونچنان مالی هستیم که تو ردبروی هستیم، فقط یه عده کمی الان به ما مهر پیدا کردن و ما این مهر رو قدر میدونیم. و یه چندتایی هم هستن فکر کنی پنداری به قول مشقاسم که دشمنی دیرینه پدرکشتگی با ما دارن، اونا میان فحش و فضیحت میدن به خاطر هر دو گروه. گفتیم در مورد اولی برای که مهری به ما دارن، ما مهری بهشون داریم، دوست داریم اینو ادامه بدیم رفاقتو. در مورد دومم اثر کرده، یارو بهش برخورده. بعد اینایی که این حرفا رو میزنن حرف برای گفتن ندارن. میریم گاهی این کامنت های زیر برنامه های مختلف رو نگاه میکنیم، نگه آدم محترمی اومده یه بحثی رو نقد کرده، یکی اومده فوش های چارباداری نوشته، اون که فوش چارباداری مینویسه حرفی برای گفتن نداره. بعد وقتی متنش هم میخونی میبینی سواد نداره. یکی موردی بود نگاه کردیم یارو کلمه مستراح رو نوشته بود مستراب. تو مستراح میدونید از ریشش استراحت دیگه، یعنی جای استراحتگاه مستراح. و بعد کلمه زخم رو با سادزاد نوشته بود، بدبخت مفلوم که بیچاره. یعنی سواد ماکو صفر، ولی ادعا زبان سرخ توهین در حد المپیک. ولی هرچی میبینی یارو زبان مؤدبی داره، حتی در انتقاد اختلاف داره، انتقاد داره ولی مؤدبانه. بعد میبینی متنش هم زیباست، حرفاش هم زیباست، فحش نمیده، انتقاد میکنه با لحن مورد. داشتیم یه نامه هفته پیشه فکر میکنیم حمید میداره، حمید دوسته بود، انتقاد کرده بود ولی اینقدر پذیر بود متن نامش. بگذاریم، سپاسگزاریم از سعید به خاطر لطفش که همواره در مورد ما روا میداره و این وقت رو هر هفته
هفته در اختیار ما میذاره. تشکر میکنیم از همه دوستانی که به هر نوع ما رو مورد محبت قرار میدن. یه بار دیگه اجازه بدید سپاسگزاری کنیم از آقای کاوه، مسئول سایت پربار و پرمخاطب مردمریپورت.net، نه به خاطر اینکه برنامه ما رو روی سایت میذاره، فقط به خاطر اینکه او همه افکار رو تحویل میگیره و در اونجا میذاره، چپ و راست و بالا و پایین، و وقتی نگاه میکنی اصلا خیلی زیباست آدمایی که اونجا ازشون مطلب هست، همه نوع توشه و این بسیار چیز زیباییست. به هر حال درود بر کاوه، امیدواریم در کارت موفق باشی، که هست واقعا یکی از بهترین و پربارترین سایت ها هست سایت مردم ریپورت.net. و برای همه شما هم میهنان و هم زبانان نازنین، ثانیه ها، دقایق، ساعات، روز و هفته و ماه و سال توأم با سلامتی و شادی و برای میهنمون آرزوی آزادی داریم. همه شما را به خدای مذهب پاناسونیک، یعنی مذهب حقه پاناسونیک، علم، دانش، ساینس می سپاریم. شاد و آزاد و سربلند باشید. با امید دیدار در هفته آینده روز سه‌شنبه و با یکی دیگر از برنامه‌های سری ناگفته. درود بر همه شما.